هموطنان بسیار گرامی سلام عرض میکنم. نام من نور احمد خالدی است و در برنامه سخن هفته امروز ما موضوع سیستم متمرکز و یا غیر متمرکز دولتی را مورد مباحثه قرار میدیم. هر آنگاه مباحثه بالای تغییر سیستم متمرکز دولتی در افغانستان از سیستم متمرکز فعلی به یک سیستم فدرالی یا غیر متمرکز اوج میگیره و داغ میگردد. امروز در شرایط حاکمیت طالبان یک بار دیگر هیاهوی تبدیل نظام اداری افغانستان به یک نظام فدرالی به مباحثه روز مبدل شده و یک تعداد از فعالین سیاسی نه تنها از تغییر و تبدیل سیستم اداری افغانستان از حالت متمرکز فعلی به سیستم غیر متمرکز یا فدرالی صحبت میکنند، بلکه حتی هستن یک تعداد کسانی که با استثنای تمام امیدها برای خود در آینده افغانستان تجزیه افغانستان را نیز تبلیغ میکنند. ما در مورد مشکلات تجزیه طلبی در یک ویدیو جداگانه صحبت کرده بودیم. در این ویدیو ما بالای امکانات، مزایا و عواقب یک نظام فدرالی در افغانستان صحبت میکنیم. تشکیل نظام فدرالی در افغانستان با نگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضاد به بحث و ارزیابی گرفته می‌شود. مخالفان و مدافعان پهلوهای منفی و مثبت این نظام را بررسی می‌کنند و هر کدام از سود و ضرر آن برای افغانستان سخن می‌گویند. اما اگر به استدلال هر دو طرف در این موافقت و مخالفت توجه شود، عدالت اجتماعی برای موافقان و خطر تجزیه برای مخالفان نکته محوری این مباحث را تشکیل می‌دهد. موافقان و مدعیان نظام فدرالی سیستم دولتی فدرال را در افغانستان موجب دستیابی اقوام به حقوقشان در جهت تحقق عدالت اجتماعی و زمینه ساز حل بحران در مسیر صلح و ثبات تلقی می‌کند، در حالی که مخالفان نظام فدرال از زاویه حل بحران نظام مذکور را در شرایط فعلی، یعنی در شرایط که در 20 سال گذشته حکم فرما بود یا در 40 سال گذشته در افغانستان حکم فرما بود، نظام فدرالی را عامل تجزیه افغانستان ارزیابی میکنند. یعنی در موجودیت شرایط ملک و توافی که قدرت های محلی با ملیشه های نظامی خود در محلات افغانستان هنوز هم وجود داشتن، ایجاد یک سیستم فدرالی را در حقیقت سنگ اول رفتن به طرف تجزیه افغانستان میپنداشتن. تشویش های زیادی در نزد مخالفین سیستم فدرالی موجود است، از جمله آیا ایجاد سیستم فدرالی در شرایط موجودیت قدرت‌های مافیایی جهادی محلی و ایجاد ملوک و توافی و در همسایگی کشورهای همقام در نهایت به تجزیه کشور نمی انجامد؟ آیا ایجاد سیستم فدرالی سپردن سرنوشت مردم واحدهای فدرالی برای همیشه به دست مافیای جنگسالار محلی، قومی و جهادی نیست؟ به طور مثال، آیا اگر یک ایالت فدرال ترکستان در جوزجان، سرپل و فاریاب موجود می بود، وقوع حوادث مانند اتهام تجاوز دوستم بالای ایلچی به امکان وقوع همچون یک حادثه می افزود یا جلوگیری می کرد؟ کدام واحد فدرال از لحاظ اقتصادی می تواند خودکفا باشد و یا بتواند خود را از نظر اقتصادی ادامه دهد؟
سرنوشت اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در واحدهای فدرال چی خواهد شد؟ این سوال مهمی است. سرنوشت اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در واحدهای فدرال چی خواهد شد؟ آیا این خانواده‌ها به تصفیه و مجبور به مهاجرت خواهند شد؟ بر سر زبان دری در ولایات غیر دری زبان چی خواهد آمد؟ این زبان امروز زبان اولی تاجیک‌ها، هزاره‌ها و پشتون‌های شهری بوده و زبان دومی اقوام غیر تاجیک و هزاره و زبان ارتباط تمام اقوام در افغانستان است. آیا زبان دری موقف امروزی خود را در یک افغانستان فدرالی از دست خواهد داد؟ در یک نظام فدرالی حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی، مذهبی در واحدهای فدرالی چگونه تأمین خواهد شد؟ اینها و ده‌ها مسئله دیگر سوالاتی هستند که باید قبل از همه در نظر گرفته شوند. خب، طبقه بندی دولت‌ها بر حسب مشارکت مردم چگونه است در جهان؟ بر حسب مشارکت مردم حکومت به دو بخش توتالیتر یعنی دیکتاتوری و دموکراسی طبقه بندی می شود. اول، دولت های دیکتاتوری کدام دولت ها بودند یا هستند؟ این نوع حکومت ها می توانند شاهی باشند، مانند رژیم فعلی عربستان سعودی، رژیم محمد رضاشاه پهلوی در ایران، و یا جمهوری باشد، مانند رژیم صدام حسین در عراق، رژیم پینوچه در چیلی و جمهوری اسلامی ایران امروزی و کره شمالی امروزی. و دوم، دولت‌های دموکراسی هم چند نوع خواهند بود. حکومت دموکراسی نیز می‌تواند شاهی باشد و سلطنتی، مانند بریتانیا، استرالیا، کانادا، هلند، تایلند، دنمارک و غیره، و یا جمهوری مانند فرانسه، روسیه، آمریکا، ایتالیا، هندوستان، پاکستان، کره جنوبی، اندونزی و غیره. علاقمندی ما در این ارزیابی سیستم‌های دولتی دموکراسی نوع جمهوری می باشد که افغانستان در این گروه دولت ها تا شش ماه قبل قرار داشت. ما سیستم جمهوری در افغانستان تجربه کردیم، جمهوری ریاستی را تجربه کردیم. در حکومت جمهوری اقتدار و مناسب دولتی از طرف مردم به صورت دموکراتیک طور مستقیم و غیر مستقیم به حکام واگذار می شود. حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی است و به حکومت اطلاق می شود که اولا رئیس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم و یا غیر مستقیم از طرف پارلمان انتخاب می شود. رئیس جمهور هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد و در مقابل قانون مسئول است. حکومت‌های جمهوری امروز به اشکال گوناگون در کشورهای جریان دارند. در بعضی از کشورها رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شود، مانند آمریکا، فرانسه، روسیه و غیره، که به نام سیستم ریاستی معروفند. اما در برخی کشورها به طور غیر مستقیم مثل هندوستان، پاکستان و ترکیه که رئیس جمهور توسط آرای نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود. معمولا در این سیستم ها هر حزب سیاسی که اکثریت پارلمانی را به تنها فراهم کند به تنهایی خود و یا با ائتلاف با سایر احزاب حکومت را تشکیل داده و رئیس جمهور به پیشنهاد صدراعظم با رأی اعضای پارلمان تعیین می‌گردد. این سیستم معمولا به نام سیستم پارلمانی یاد می‌شود. سیستم های ریاستی هم متفاوت می‌باشد. در سیستم ریاستی رئیس جمهور عضو قومی مقننه نیست، یعنی در پارلمان حضور نداره رئیس جمهور، و تفکیک قوا حاکم است در کشور و قوی مقننه میتواند رئیس جمهور را به جهت خطاهایش که در قانون اساسی پیش بینی شده محاکمه کند. در سیستم ریاستی امریکا مقام صدراعظم وجود ندارد. در این سیستم وزرا و رؤسای سازمان‌های اداری را رئیس جمهور انتخاب می‌کند و اعضای کابینه در برابر رئیس جمهور مسئول و پاسخگو می‌باشند. این سیستم وزرا مقام‌های مسلکی هستند تا سیاسی.
در سیستم های ریاستی فرانسه و روسیه مقام صدارت اجرایی وجود دارد و اعضای کابینه در برابر رئیس جمهور مسئول و پاسخگو می باشد. در جمهوری پارلمانی که گاهی از آن به سیستم کابینه‌ای نیز یاد می شود، مقام رئیس جمهوری تشریفاتی از ریاست قوه اجرایی جدا است. کابینه در دست یک حزب یا ائتلاف از احزاب است و وزرا عضویت شورای مقننه را دارا هستند. و وزارت مقام سیاسی است نه مسلکی. همچنین کابینه وضع قوانین بودجه و انتصابات را به عهده دارد. کشورهای مشترک المنافع و تابع انگلیس سیستم پارلمانی دارند یا وست منستر سیستم که مثلا انگلستان، پاکستان، هندوستان، استرالیا، نیوزیلند و غیره از این جمله است. طبقه بندی دولت ها به متمرکز و فدرال چگونه است؟ حکومت ها به لحاظ تمرکز قدرت در پایتخت یا پراگندگی آن در ایالت ها به دو دسته متمرکز و فدرال طبقه بندی شده اند. در سیستم متمرکز قدرت در پایتخت متمرکز است و حق اعمال قدرت به حوزه ها کوچکتری مثل ایالت و شهر تفویض نمی شود. گرچه ایالت ها و ولایات اختیارات خاصی دارند که در قوانین نهادی پیش بینی شده است. از مزایای چنین حکومت یکسان بودن قوانین و طرز اداره کشور می باشد. در سیستم های غیر متمرکز فدرالی قدرت بین دولت مرکزی و ایالات یا واحدهای فدرال تقسیم شده است. حکومت مرکزی مسئولیت سیاست خارجی، دفاعی و اقتصادی کشور را به عهده داشته و هر ایالت سیاست های خاص خود را در اداره امور خود اعمال می کند. کشورهایی که دارای قلمرو وسیع، تنوع ناحیه‌ای و جغرافیای ناهمگون نژادی، قومی و زبانی و دینی هستند با این نوع حکومت سازگارتند. در قانون اساسی کشورهای فدرال با جز وظایف معین و مشخصی که برای دولت مرکزی در نظر گرفته شده، سایر اختیارات و وظایف به دولت محلی واگذار شده است. معمولا امور بین المللی، اعلان جنگ و صلح، تشریع پول، مهاجرت و امور مهاجرت به دولت مرکزی و سایر اختیارات بین ایالت ها تقسیم می شود. معمولا امور بین المللی، حفاظت از سرحدات، مبارزه با تروریسم، امنیت تمام کشور، تأمین امنیت کشور، جنگ و صلح، تشریع پول و امور مربوط به مهاجرت به دولت مرکزی سپرده شده و سایر اختیارات بین ایالت ها تقسیم می شود. بسیاری ها از نظام فدرالی صحبت کردند، اما هیچ یک روی جزئیات یک نظام غیر متمرکز مباحثه نکردند و نگفتند که کدام نوع نظام غیر متمرکز میخواهند. در میان فدرال طلبان لطیف پدرام کسی است که از سالها به این طرف برای غیر متمرکز شدن نظام فعالیت میکند. با گفته خود او موصوف رهبر کنگره ملی میباشد که سالها برای فدرالیسم و عدالت قومی مبارزه کرده است. پدرام در یک ویدیو در سال 2015 بعد از حادثه قندوز بیان کرد که طرح او برای رهبران غیر پشتون همواره خودمختاری مناطق آنها با موجودیت نیروهای امنیتی محلی بوده است. از قرار معلوم در موضوع شکل و ماهیت نظام آینده دولتی افغانستان تفاوت نظرهای زیادی میان اعضای جبهه مقاومت پنجشیر فعلا موجود است که خود آقای پدرام یکی از اعضای آن می باشد.
بر همین اساس اخیراً پدرام یعنی به تاریخ 29 جنوری امسال در یک مصاحبه در سایت جمهوری پنجم رضا قمامون اظهار داشت که متاسفانه با وجود تحکیدات ما و بحثایی که در این مورد انجام یافته تا کنون برنامه خطوط اساسی سیاست‌های جبهه مقاومت که او خودش او را مقاومت ملی میگه در برابر طالبان تدوین و نهایی نشده است. تفاوت دیدگاه وجود دارد بالای نهایی کردن منشور جبهه مقاومت، اما طرح ما این است که افغانستان باید به طرف یک ساختار پارلمانی فدرالی و یا ریاستی فدرالی برود. فدرالیزم اصلش باید باشد، یعنی اصل نظام باید فدرالی باشد. در اسم دولت کلمه فدرالی باید ذکر شود. صرف نظر از بحث بر سر مخالفت و موافقت و درستی یا نادرستی استدلال دو طرف در مورد خوبی و بدی نظام فدرال، پرسش اصلی این است که کدام گروه قومی و زبانی بازنده اصلی در نظام احتمالی فدرال افغانستان خواهد بود. پاسخ به این پرسش از این جهت بسیار اهمیت دارد که موضوع اقوام در محور بحث نظام فدرالی قرار دارد. از یک سو نظام مسئول نسخه حل معضل نابرابری و بی‌عدالتی قوی تجویز می شود و سوی دیگر عامل تجزیه افغانستان در خط قومی تلقی می گردد. یعنی از یک طرف نظام فدرالی نسخه حل معضل نابرابری و بی‌عدالتی قومی تجویز می شود و سوی دیگر نظام فدرالی عامل تجزیه افغانستان در خط قومی تلقی می گردد. در این مورد آقای اکرام اندیشمند می نویسد که اگر در یک احتمال فرضی نظام فدرالی در افغانستان محقق شود که به صورت طبیعی میارهای قومی نقش اصلی را در شکل گیری واحدهای فدرال خواهد داشت، تاجیک ها و فارسی زبانان تاجیک ها و زبان فارسی دری بازماندگان اصلی در این نظام هستند. تاجیک ها برخلاف سایر اقوام در بخش بزرگ جغرافیای افغانستان سکونت دارند. تاجیک ها به همان حدی که در شهرهای شمالی قندوز و بغلان بسر می برند، به همان حد در شهرهای جنوبی گردیز و غزنی زندگی می کنند. تاجیک ها به همان اندازه که در ولایت شمالی شرقی تخار و بدخشان هستند، بیشتر از آن در ولایت غربی و شمال غربی بادغیس، خرا و هرات هم موقع دارند. تاجیک ها آنگونه که در ولایات شمالی فاریاب، جازجان و سرپل زندگی می کنند، در ولایات شرقی و جنوبی نینگرهار، لغمان و لوگر هم حضور دارند. حضور و سکونت تاجیک ها در مناطق مرکزی افغانستان و ولایات مرکزی نیز بسیار گسترده است. تشکیل نظام فدرالی و مرزبندی های ولایات در واحد های فدرال شرایط بسیار دشواری را برای تاجیک‌ها تحمیل خواهد کرد. تاجیک‌ها در بسیاری از این واحدها به اقلیت قومی تحت فشار تبدیل خواهند شد. در حالی که هنوز هیچ نشانی از ایجاد نظام فدرال در افغانستان دیده نمی‌شود، مرزهای که هواداران قومی از این نظام با واحدهای فدرالی میکشند ترسیمی از بی‌عدالتی و تصویری از آتیه تاریک سقوط در خصومت و منازعات قومی خواهد بود. زیان و ضرر نظام فدرال برای زبان فارسی دری، زبان فراقومی و زبان تفاهم ملی در افغانستان جبران نپذیر خواهد بود. کاربرد زبان فارسی دری که زبان اول زبان مادری تاجیک‌ها و هزاره‌ها و زبان دوم تمام اقوام افغانستان است در نظام فدرالی محدود می شود. نه تنها زبان فارسی دری قلمرو و حضور و نفوذ سرتاسری خود را در افغانستان تان از دست خواهد داد، بلکه مردم اقوام دیگر از بزرگترین زبان تاریخی و علمی سرزمین خود و از یگانه زبان تفاهم بین القومی محروم خواهند شد.
این محرومیت برای جوامی اقوام دیگر که ظهور نخبگان آنها در تاریخ کهن و معاصر این که سرزمین پیوسته با زبان فارسی دری پیوند دارد غیر قابل جبران خواهد بود. زیرا هیچ یک زبان دیگر قومی در واحدهای فدرالی که بر مبنای هویت قومی و زبانی تشکیل می شود خلای زبان فارسی را به عنوان زبان پربار فرهنگی و علمی پر نخواهد کرد. آقای اندیشمند می نویسد که در حالی که نظام فدرالی تاجیک ها و فارسی دری در افغانستان منتظر می گردد، در حالی که نظام فدرالی تاجیک ها و زبان فارسی دری را در افغانستان متضرر می کند، منفعت آن برای اقوام دیگر نیز غیر قابل پیش بینی و ناروشن است. طرح و دیدگاه حل معضل بی‌عدالتی قومی و اجتماعی از راه فدرالی ساختن نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر تجارب تاریخی و علمی نیست. در هیچ کشور و جامعه چند قومی دارای نظام فدرال معضل نابرابری و تبعیض قومی در تواصل به این نظام مرتفع نگردیده است. راه حل مشکلات قومی در تحول از جامعه قومی به جامعه شهروندی، تغییر از جامعه سنتی به جامعه مدرن و در تغییر افراد جامعه از رعیت به شهروند نفته است. این تغییر و تحول مستلزم تحول در اندیشه و فرهنگ، پیشرفت در عرصه آموزش و پرورش مستلزم توسعه و در عرصه های حیات سیاسی و اقتصادی است. وقتی جامعه افغانستان و هر جامعه دیگر وارد این تحولات نشود، معضل بی‌عدالتی های اجتماعی و تبعیض قومی در نظام فدرالی هم راه حل پیدا نمی کند. واقعیت های جغرافیایی و دموگرافیکی کشور طوری است که بازندگان اصلی تجزیه افغانستان به شمال و جنوب کسانی خواهند بود که امروز از همه بیشتر به عمل شدن چنین تجربه دل بستند. یعنی تعدادی هستند که در ذهن خود سیستم فدرالی را تقسیم افغانستان به شمال و جنوب می دانند که شمال خراسان شود و جنوب افغانستان. اما واقعیت های جغرافی و دموگرافیکی کشور طوری است که بازندگان اصلی تجزیه افغانستان به شمال و جنوب کسانی خواهند بود که امروز اصلا بیشتر به عملی شدن چنین تجزیه دل بستند. یک تعداد کسان وقتی از نظام فدرالی صحبت میکنن فکر میکنن در افغانستان نظام فدرالی با تقسیم کشور به مناطق شمالی و جنوبی صورت خود گرفت که مناطق شمالی به صورت خراسان ارزندام خواهد کرد و مناطق جنوبی به نام افغانستان، در حالی که واقعیت چنین نیست. بازندگان اصلی این تقسیمات در صورتی که عملی شود کسایی هستند که امروز به تبلیغ خراسان میپردازند، چون ای با واقعیت‌های جغرافیایی و تاریخی افغانستان سازگاری نداره. بنده هیچ برتری جویی قومی بر اقوام شریف افغانستان را نمیپذیرم و شدیداً علیه هر نوع تبعیض قومی، ستم قومی مبارزه نمودم و مبارزه خواهم کرد. باید به خاطر داشت که راه حل ستم ملی در افغانستان نه در جدایی اقوام و تقسیم کشور، بلکه فقط و فقط در مبارزه تمام اقوام برای عدالت اجتماعی است. و در ایجاد دموکراسی است. مافیای مذهبی، نظامی، اقتصادی و سیاسی که تمام ثروت‌ها و منابع کشور را در دست اقلیت فرصت طلب انحصار نموده، دشمن مشترک تمام اقوام ماست. خوشبختانه این مافیا امروز
از کشور ترد شدن با سرمایه های میلیارد دلاری خود در کشورهای مانند تاجیکستان، ترکیه و امارات و کشورهای اروپایی زندگی میکنن. اما سرمایه های منقول زیاد و هنوز هم در افغانستان هست که در تقلا و کوشش معامله با طالبان برای دستیابی به این سرمایه های منقول خود قرار دارن. از شواهد نشان میدهد همچنان که از صحبت های اخیر پدرام که در بالا ما نقل قول کردم شاهد است که طرح فدرالیسم را رهبری حزب جمعیت اسلامی و شروع نظام قبول ندارد. آقای میر عنایت الله آشفته در سال 1394 بعد از واقعه قندوز که لطیف پدرام خودمختاری ولایت را تاکید کرد با اشاره به پدرام می نویسد که آقای پدرام، فدرال یک مرحله پیشرفته، تکامل یافته و پیچیده دموکراسی می باشد. باور کامل دارم هیچ وطن دوست آگاه و متحد به منافع اولیای کشور اگر مردم و دولت ما در این سطح پیشرفته شرایط و امکانات قرار می داشت و مشکل ما با این پیشنهاد حل می گردید، باور کامل دارم هیچ وطن دوست آگاه و متحد به منافع اولیای کشور غفلت نمی کرد. آقای پدرام، جواب رد به شما را در یکی از صحبت‌های مارشال فهیم فقید چونیده بودم. بنان خاطرم از این بابت جمع بود. با تمام خوشخدمتی جنابتان، اگر نظر شما به برادران جمعیت اسلامی و شورای نظار قابل تایید و ارزش می بود، نیازی نبود که شما دکتر صاحب جعلی بیگانه به ملت افغانستان حزب دیگر با برنامه نفاق ملی تشکیل می دادید. این خود شکست دیگر شماست بین برادران تاجیک. باید سیستم فدرالی و مشکلات افغانستان را مرور کنیم. مصطفی فرزاد در فیسبوک سوال می کند کدام نوع نظام غیر متمرکز می خواهید؟ این روزها از عوام تا خواص روی غیر متمرکز شدن نظام بحث می کنند. حتی سفیر اتحادی اروپا هم در این مورد صحبت کرده بود. احمد ضیای مسعود نیز بار بر غیر متمرکز شدن نظام تاکید کرده است. حتی محمد نور همچنان غیر متمرکز شدن نظام را یکی از کلیدی ترین خواستهایش در مذاکرات با ارگ مطرح کرده بود. آقای میر طلایف آشفته در صفحه فیسبوک خود زیر عنوان عواقب ملوک و توافقی خطرناک تر از فردگرایی نوشت که وضع ناهنجار موجود مولود سیستم ریاستی می باشد یا تقصیر از سیاسیون کشور است. یک بار دیگر پس از 16 سال حاکمیت انحصاری و باجگیری به نام جهاد، ملت مسلمان و فریب داده شده توسط رهبران چپ و راست شاهد بحث‌ها و ترفندهای به نام تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، تدویر لجرگه، نظام صدارتی، غیر متمرکز و پارلمانی و سخیفانه توسط چهره‌های پشت کرده به مجاهدین سرگرم چانه‌زنی بوده و خواهان تداوم قدرت انحصاری خیش با نیرنگ جدید می باشند. نبود تعریف واحد از منافع ملی، تمامیت ارضی، وحدت آگاهانه اقوام برادر و برابر، انتقال سرمایه های هنگفت و عظیم کشور به خارج توسط به اصطلاح بزرگهای دولت یا دوستهای به نام تکتداران قومی، زبانی و تنظیمی تحت حمایت قوای بیگانه را چی استدلال نماید و چی ربطی به نوع نظام دارد؟ چی ضمانت وجود دارد که با تغییر نظام چنین قانون شکنی ها، سرقت ها، خیانت های ملی و زورگویی ها صورت نگیرد؟ این موضوع وطن خانه ما نه به دفاع از دیکتاتورها و نه تقابل با علاقمندان دوک و طوایفی می باشد. اصلاح سیستم اداره
محلی در افغانستان چگونه امکان پذیر است؟ تعدادی با خوشبینی فدرالی شدن ولایات افغانستان را راه حل مشکلات می دانند. من با سیستم فدرال به معنی خودمختاری ولایت یا واحدهای فدرالی به هر نوعی که باشد مخالف هستم. اما با ایجاد یک سیستم فدرال که زمینه های سهمگیری بیشتر مردم محل در اداری حکومت های ولایتی و ولسوالی ها را تأمین کند و در این زمان به صورت مناسب حکومت مرکزی در امنیت مردم، تطبیق قانون اساسی، تضمین حق انتخاب محل زندگی برای مردم، جلوگیری از نقض حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی در واحد های فدرال و محافظت سرحدات کشور را تأمین کند، موافق می باشم. حالا بخصوص حالا که تحت حاکمیت طالبان جزیره های قدرت مافیایی از بین رفته و خطر ملوک و طوایفی منتفی شده است، امکانات ایجاد یک سیستم اداره بهتر، حتی ایجاد یک نظام فدرالی در کشور میسر شده است تا زمینه های سهمگیری بیشتر مردم محل در اداره حکومت های ولایتی و ولسوالی ها تأمین گردد. تا زمینه سهمگیری بیشتر مردم محل در اداری حکومت‌های یا واحدهای فدرالی یا زون‌ها بیشتر تضمین گردد. در این زمان به صورت مناسب حکومت مرکزی را در امر امنیت مردم، تطبیق قانون اساسی، تضمین حق انتخاب محل زندگی برای مردم، جلوگیری از نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در واحدهای فدرال و محافظت سرحدات کشور باید حکومت مرکزی تأمین کند. این موضوع در قطار سایر مطالبات عدالت خواهانه مردم برای تأمین مشارکت مردم در اداره دولت، تصویب یک قانون اساسی توسط لایجرگه مردم افغانستان که در آن ضمانت حقوق اساسی انسانی مردم به شمول زنان و دختران مانند حق بیان، حق تحصیل، حق کار، حق مسافرت و حق استفاده از تأمینات صحی، ورزشی، نظافت، خدمات اجتماعی و ترانسپورتی و غیره ضمانت شده باشد باید مطرح گردد. در چنین سیستم در هر واحد اداری ملکی یا واحد فدرالی مردم در انتخابات آزاد اعضای شوراهای ولایتی یا شوراهای واحدهای فدرالی را تشکیل داده و همچنان شوراهای ولسوالی ها و نواحی را تعیین می کنند. برای پیشبرد اداری امور انکشافی و محلی حکومت های واحدهای فدرالی و ولسوالی ها و شاوروالی ها در میان اعضای شورای ولایتی و ولسوالی و نواحی ایجاد خواهد شد که اداره امور ولایت و ولسوالی ها و نواحی مربوطه را به دوش خواهند داشت. مطابق این پیشنهاد سیستم اداره دولتی در افغانستان به نظر ما به طور مثال میتونه قرار زیل باشد. حکومت مرکزی دو حکومات واحدهای فدرالی یا زونها، سه حکومت‌های محلی که شامل ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها. ولایات و واحدهای فدرالی چگونه خواهد بود؟ در پیشنهاد را که من در نظر دارم افغانستان افغانستان یعنی 34 ولایت در این سیستم را که من پیشنهاد میکنم 34 ولایت افغانستان به 9 واحد فدرال یا زون قدرت محلی اداری دولتی تقسیم خواهد شد بر اساس ترکیب قومی و زبانی نفوس و ساختمان جغرافیای طبیعی و مواصلاتی و گذشته تاریخی کشور. این ولایات عبارت خواند بود به
به نظر ما این نوع واحد تقسیم افغانستان از لحاظ زون‌های اداره محل یا واحدهای فدرالی به نوع زون آتی از نظر تجانس قومی، زبانی و همچنان اجازه دادن شرایط جغرافیایی امکان پذیر است و حتی تعادل را از لحاظ نفوس بین این زون‌ها برقرار می‌کند. اگرچه به هیچ صورت نمی‌توان تعادل نفوس در تمام کشور یکسان ساخت در تمام زون‌ها. به نظر ما می‌توانیم واحد اول کابل را در نظر بگیریم که شامل ولایات کابل، لوگر و وردگ است که مجموع نفوس این زون 5.5 میلیون نفر خواهد بود. زون دومی یا واحد دوم فدرالی را ما میتونیم شمالی نام بدیم، شمالی که در سابق نامش موجود بود و از لحاظ اداری در گذشته در افغانستان موجود بود و شامل ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر است که نفوس مجموعی این ساحه 1.2 میلیون نفر میباشد. ای ارقام نفوس مربوط سالهای 2016 و 2017 است که از سایت اداره احصایی و اداره احصایی و معلومات افغانستان ما گرفتیم. واحد سومی را ما میتونیم قطغن سابقه را احیا کنیم که شامل بدخشان، تخار، قندوز و بغلان است که نفوس مجموعی ای ساحه 4 میلیون نفر است. یک از لحاظ نفوس بسیار بعد از کابل پرنفوسترین واحد فدرال خواهد بود. واحد چهارمی را ما میتونیم بلخ نام بدیم یا ترکستان نام بدیم، چون در گذشته ترکستان افغانی گفته میشد این مناطق که شامل سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب است که نفوس مجموعی این منطقه 3.8 میلیون نفر می باشد. هرات بزرگ منطقه شمال غرب افغانستان است که این شامل ولایات هرات، بادغیس، غور و فرا است و در گذشته این ولایات در هرات، در ولایت هرات گذشته تا سالهای قبل از قانون اساسی 1343 موجود بود. نفوس ای ساحه، ای منطقه قدرت اداری محلی یا زون بیش از در حدود 3.6 میلیون نفر است. یعنی نفوس این منطقه 3.6 میلیون نفر است. لوی قندهار یک منطقه دیگه قدرت اداری محلی میتونه باشد که شامل ولایت قندهار، زابل، اروزگان، نیمروز و هلمند است. نفوس این منطقه 3.1 میلیون نفر می باشد. در گذشته هم لوی قندهار به می ترتیبات وجود داشت که ولایت قندهار، زابل، اروزگان، نیمروز و هلمند شامل لوی قندهار بودند در تقسیمات اداری سابقی افغانستان. لوی پکتیا هم که در تقسیمات اداری گذشته وجود داشت و به نام جنوبی یاد می شد می تواند یک واحد تقسیمات فدرالی باشد که شامل ولایات پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی می تواند باشد. البته ما ولسوالی های هزارنشین غزنی را و همچنان ولسوالی های هزارنشین بعضی ولایات دیگه همجوار با مناطق مرکزی کشور در این تقسیمات داخل میکنیم و شامل میکنیم به مناطق مرکزی افغانستان، به ایالت فدرالی مناطق مرکزی افغانستان که مد عمر صحبت خواهد کرد. لوینینگرار هم یک واحد فدرالی میتونه باشه که شامل ولایت لغمان، نورستان و کنرها است و نفوس از او 2.7 میلیون نفر است. البته نفوس لوی پکتیا، نفوس لوی پکتیا 2.5 میلیون نفر میباشد. نفوس
لونینگرار 2.7 میلیون نفر است. واحد آخری فدرالی در افغانستان هزارجات سابق یا ذوق فعالین امروزی هزارستان خواهد بود که شامل ولایت بامیان و دایکندی بوده و همچنین ولسوالی های هزارنشین ولایات مجاوره شامل میشه که این شامل یک اشاریه که در مجموع 1.9 میلیون نفر نفوذ خواهد داشت و این ولسوالی های هزارنشین تا جایی که معلومات ما قد میداد شامل تاله و برفک، سرخ پارسا، شیخ علی، رویدواب، دریسوف، بلخاب، لال و سرجنگل، جاغوری، مالستان، اجرستان، نوار، مرکز بیسود و ایسی اول بیسود ما در نظر گرفتیم که از ولایات بغلان، سرپل، غور، همچنان غزنی و وردک، میدان وردک جدا شده و این هزارستان یک جا خواهد شد. با این حساب ما یک تقسیمات اداری می داشته باشیم که واحدهای فدرالی از نظر نفوذ و از نظر ساحه قابل ملاحظه بوده و ای اجازه میده به این مناطق، به این واحدها که از نظر اقتصادی قابل ادامه باشن، از نظر اقتصادی فعال باشن و بتونن نیازمندی های زیاد خود برآورده بسازن و همچنان از نظر دادست تجارتی برای عرضه و تقاضای مواد با دیگه واحدهای فدرالی بتونن در معامله قرار بگیرن و همچنان از نظر فرهنگی متجانس باشن و از نظر زبانی بتونن متجانس باشن. و ما حاضر هستم که نظریات دوستا و علاقمندان در این مورد گوش کنم. اگر من اشتباهات در این قسمت صورت گرفته باشم، مخصوصا در ولسوالی هایی که من عرض کردم به مناطق مرکزی یک جا میشن، لطفا نظرتان برای ما بنویسید. ما مباحثه بالای نظام ریاستی و صدارتی را میگذاریم به یک جلسه بعدی. همتنهای بسیار عزیز، در مباحثه امروزی ما فقط برای آغاز بحث بالا این موضوع است، چون در شرایط به نظر ما در شرایط دولت طالبا که فعلا در قدرت هستن و تمام عناصر مافیایی وابسته به قدرت‌های محلی که در دولت مرکزی سابقه در قدرت بودن و نفوذ محلی خود برای سلطه با مردم محل و اعمال قدرت شخصی خود استفاده می‌کردن جلوگیری شده و این افراد از کشور حتی اخراج شدن یا خودشان به داوطلبان رفتن. این شرایط ایجاد شده که ما میتونیم بدون دغدغه و خطر تجزیه از افغانستان و بدون دغدغه و خطر ایجاد جنگ ها و تشویش ها و تشنجات قومی، ما به جواب سوال های یک تعداد از هموطنهای خود که طرفدار یک سیستم غیر متمرکز دولتی هستند بپردازیم و در با ای اساس و با ای اساس ما بتانیم عدالت اجتماعی را در واحدهای فدرالی یا زونهای مختلف کشور بهتر برقرار بسیم. اگر در زونهای فدرالی ما حکومت هایی که ایجاد میشه
توسط انتخاب آزاد مردم صورت بگیره، شوراهای زونها ایجاد شود، شوراهای واحدهای فدرالی ایجاد شود که مردم این حکومت ها را انتخاب کنند و مردم بیشتر در اداری امور مربوط به خود در محل خود سهم بیشتر داشته باشند، در اداری امور انکشافی سهم داشته باشند. در این صورت این یک کار مثبت است و این کار مثبت است و در رفع تشنجات قومی و زبانی در کشور کمک خواهد کرد. اما با وجودی که من میدانم در این نوع تقسیمات ما زبان دری موقعیت فعلی خود از دست میده. در ولایات شمالی افغانستان این موقعیت خود از دست میده، در ولایات شرقی افغانستان، در مناطق جنوبی افغانستان این موقعیت خود از دست میده و تنها جایی که میتونه در این یک موقعیت محلی خود حفظ کنه او در زون شمال شرق، شمال غرب و زون مرکزی افغانستان خواهد. ما این مباحث را باز میگذارم برای تمام دوستا، لطفا بدون توسل به توهین و تحقیر، توهین و تحقیر در مورد ابراز نظر فرمایید. تشکر از توجه شما.